بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. وزارت کشور عراق اعلام کرد تا کنون بیش از 200,000 زائر پس از اتمام زیارت اربعین امام حسین علیه السلام کشور را ترک کردند. مقداد میری، سخنگوی وزارت کشور عراق، طی اظهاراتی گفت بیش از 5,000 خودروی نیروی انتظامی در مناطق مختلف شهر مقدس کربلا مستقر شدند تا در تأمین امنیت این زیارت مشارکت داشته باشند. گفتنی است عراق با فعالیت‌های مختلف دولتی و مردمی این روزها شاهد بسیج عمومی مردم و دولت با هدف برگزاری موفقیت آمیز زیارت میلیونی اربعین است و مسئولان امنیتی، بهداشتی و خدماتی برنامه‌های خود را برای فراهم کردن فضای مناسب برای زائران امام حسین علیه السلام فراهم کردند. در آستانه ایام اربعین حسینی، صحن حضرت فاطمه سلام الله علیها در حرم مطهر علوی افتتاح شد. در همین راستا مسئولان آستان مطهر علوی شب گذشته صحن حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را در آستانه اربعین حسینی با حضور زائران افتتاح کردند. گفتنی است به مناسبت زیارت میلیونی اربعین، میلیون ها زائر از سراسر کشور عراق و کشورهای دیگر به شهر نجف اشرف مشرف می شوند تا بعد از عرض ارادت خدمت مولای متقیان امیرالمومنین علیه السلام رهسپار سرزمین عشق شهر مقدس کربلا شوند. در آستانه زیارت میلیونی اربعین، وزارت کشور ایران اعلام کرد تاکنون بیش از 2,000,000 زائر ایرانی از مرز عراق برای تشرف به شهر مقدس کربلا از کشور خارج شدند. مجید میر احمدی، دستیار وزیر کشور و رئیس کمیته مرکزی اربعین در ایران گفت تاکنون بیش از 2,630,000 ایرانی برای زیارت اربعین ثبت نام کردند. وی در ادامه گفت وزارت کشور عراق در همه زمینه‌ها به طور کامل با ما همکاری می‌کنند و نمایندگان کاملا مجاز وزارت کشور عراق به صورت شبانه روزی در مرزها حضور دارند. روز گذشته اتوبوس حامل زائران ایرانی با تانکر سوخت در استان دیوانیه واقع در 170 کیلومتری جنوب بغداد برخورد کرد. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، روز جمعه در تصادفات رانندگی در عراق 2 عراقی و 1 ایرانی کشته و بیش از 70 نفر مجروح شدند که بیشتر آنها ایرانی بودند. در همین راستا سرهنگ حسین عبدالامیر، پلیس راهنمایی و رانندگی عراق، طی اظهاراتی گفت این حادثه منجر به فوت راننده اتوبوس عراقی و 1 زائر ایرانی و مجروح شدن 60 نفر دیگر از زائران ایرانی شد. جیمز آلدر، سخنگوی یونیسف، در مورد وضعیت وخیم کودکان سودان در بحبوحه جنگ و بحران آب و هوایی هشدار داد. سخنگوی یونیسف هشدار داد که کودکان سودان با وضعیت خطرناکی روبرو هستند، زیرا جنگ داخلی و بحران آب و هوایی به طور بالقوه منجر به مرگ 10,000 کودک در ماه‌های آینده خواهد شد. آلدر همچنین از کمبود شدید مواد غذایی در سراسر کشور خبر داد که با محدود کردن کمک‌های بشردوستانه از سوی طرف‌های متخاصم این شرایط بدتر نیز شده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که حمله اخیر علیه اقلیت قومی در میانمار موج دوم نسل کشی است. ایالات متحده در سال 2022 اعلام کرد که حملات ارتش میانمار علیه غیر نظامیان روهینگیا در سال 2017 1 نسل کشی است. اکنون 2 کارشناس در 1 نشست مطبوعاتی روز گذشته اظهار داشتند حملات اخیر علیه مسلمانان روهینگیا در غرب میانمار بدتر از سال 2017 است.
وای وای نو مدیر شبکه صلح زنان در میانمار گفت بسیاری از اقوام، همکاران و دوستان من در ایالت راخین معتقدند این حملات بدتر از سال 2017 است و فکر می‌کنند که این موج دوم نسل‌کشی به شیوه وحشتناک‌تر می‌باشد. با توجه به شیوع جهانی بیماری آبله میمونی و مشاهده موارد ابتلا به این بیماری در کشورهای همسایه مانند پاکستان، خطر ورود و شیوع این بیماری در ایران به شدت افزایش یافته است. همزمان با اعلام وضعیت اضطراری بین‌المللی از سوی سازمان بهداشت جهانی درباره شیوع آبله ام، مقامات بهداشت جهانی پاکستان نیز روز جمعه 26 مرداد از شناسایی اولین مورد فرد مبتلا به بیماری آبله ام خبر دادند. یک کنشگر محیط زیست در ایران با توجه به این موارد نسبت به قاچاق میمون رزوس از پاکستان به ایران هشدار داده و خواستار اتخاذ تدابیر سختگیرانه در خصوص نگهداری و قاچاق این گونه از میمون از پاکستان به ایران شده است. اداره ملی اقیانوسی و جوی پیش بینی می کند که سال 2024 ممکن است گرمترین سال تاریخ باشد. به گفته اداره ملی اقیانوسی و جوی، جولای 14 ماه متوالی رکورد گرما بوده است. این اداره پس از 14 ماه متوالی دمای جهانی با رکورد بالای گرما در ماه جولای اظهار داشت، انتظار دارد امسال به عنوان گرمترین سال ثبت شده در تاریخ نام بگیرد. بیش از 55 میلیون نفر در سراسر جهان به زوال عقل دچارند که یکی از دلایل اصلی مرگ و میر است و به نظر می‌رسد تا سال 2050 این آمار تقریباً 3 برابر شود. بر اساس مطالعه‌ای که روز سه‌شنبه در مجله جراحی مغز و اعصاب و روانپزشکی منتشر شد، شرکت کنندگانی که به اختلال شناختی خفیف دچار شدند در مقایسه با افرادی که از نظر قدرت شناختی مشکلی نداشتند به ترتیب از 3 و 6 سال قبل از ابتلا هدفهای کمتری را در زندگی و رشد شخصیشان دنبال می کردند. افراد مبتلا به اختلال شناختی خفیف در مراحل اولیه از دست دادن حافظه یا سایر توانایی‌های شناختی قرار می‌گیرند، اما همچنان توانایی انجام دادن بیشتر فعالیت‌های روزمره‌شان را دارند. این وضعیت اغلب پیش درآمد شروع زوال عقل است.